با عرض سلام، در ادامه صحبتم خطاب به رضا تابنده که پستی رو زیر اسم مستعار علی صوفی مجددا منتشر کرده، میخوام به موضوع حجاب بپردازم. آقای رضا تابنده، همون حرفهای مطرح میکنی که اداره فرق و ادیانی ها مطرح میکنند، همون حرفی رو مطرح کردی که آقای صلاحی مطرح کرده. در این مورد در زمان حیات حضرت آقای منصور علی شاه هم بحثی صورت گرفت در فضای اینستاگرام، خطاب به همین آقای صلاحی، و شما مجددا حرفهای همونها رو داری تکرار میکنی. پس من مجددا مجبور میشم که حرفامو تکرار بکنم، چون از قرار معلوم تو کله شما نمیره حرف حساب. نمیدونم یا فراموشی داری و یا اینی که پنبه تو گوشته و یا نمیخوای بفهمی. البته میتونم یه چیزی میکس شده از همه این موضوعات باشه، چون مثل اینکه این یه بخشی از خاصیات و صفات وجودی شما هستش. زمانی که حضرت آقای رضا علی شاه در استکهلم تشریف داشتند و من دو بار در دو سفر ایشون به استکهلم توفیق زیارت ایشون رو پیدا کردم، خانوم های درویش فقیر که حضور ایشون میرسیدن، در بیرون محوطه هیچ کدومشون چادر به سر نداشتن و اتفاقا حضرت آقای رضا علی شاه اکیدن امر کرده بودن برای اینکه جلب توجه نشه و همسایه ها یک موقعی ناراحت نشن، حتما رعایت بکنن. و موقعی که حضور ایشون شرفیاب میشدند، اون موقع یک روسری به سر میکردن و یک دونه مثلا چادر سفیدی، همون چیزی که رسم خانومهای درویش بود. این رو من خودم به چشم خودم دیدم. از اون طرف میدونیم که در زمان شاه خیلی از مسئولین درویش بودند و به شرف فقر مشرف شده بودند، از جمله جناب آقای دکتر تیمسار نعمتی، همسر ایشون مهر خانم، عکساشون موجود هستش. هیچ وقت حجاب نداشتند، هیچ وقت. و زمانی که به خارج آمدن هم همین رویه رو ادامه دادند. همسر دوم جناب آقای دکتر نعمتی، ایشون هم حجاب نداشتند و آقای دکتر نعمتی شیخ سلسله گنابادی بودند. پس این که شما انقدر سماجت میکنی و موضوع حجاب رو هی مطرح میکنی، چه دلیلی داره؟ و از همه مهمتر، چرا شما از استاندارد دوگانه استفاده میکنی؟ یعنی نیتت چیه؟ آیا شما تا جدا بافته از باقی مردم هستی؟ البته میدونم که شما و یاران اون فکر میکنید که از دیگران خونتون رنگینگ تر هستش، اما چطوری میشه همسر خود شما در کانادا حجاب نداره، بعد میای این مطالب رو نسبت به دیگران منتشر میکنی؟ حیوان بد چیزی نیست. چطور میشه که به دیگران میخوای چیزی رو تحمیل کنی که در مورد خودت رعایت نمیکنی؟ مثل آخوندان همه مشروب خور و خلافکارن، از اون بعد جانماز آب میکشن توی مراسم نماز جمعه. کچ فکری، کچ سلیقگی تا چقدر آقای رضا تابنده؟ اونا میدوزدن، مال مردم رو بالا میکشن، دروغ میگن، جنایت میکنن، مشروب میخورن، همه کار خلافی میکنن، بعد به مردم میگن شما این کارا رو اگه بکنید شلاق میخورید، دستتون قطع میشه، از دار آویز میشید، و این کارا رو میکنن. یعنی استاندارد دوگانه، یک استاندارد برای آخونده هست، یک استاندارد هم برای ملت ایران که باید مورد ستم قرار بگیرن که آخونده شکمشون گنده بشه. شما هم که همون روشو داری، یعنی میگی دراویش یک چیز رعایت کنن، فقرا یک چیز رعایت کنن، جنابالی یک چیز دیگه یا انجام بدی. یعنی همسر شما احتیاج نیست حجاب سرش بکنه، ولی دیگران حجاب سرشون بزنن. زورگویی آخه تا چقدر؟ این سخن ادامه دارد.